دردی که از کاهش پیدا کنه برسن به مجلس. هیئت امنای جمالزاده یک نمونه موفق از بنیادها یا نهادهایی است که در ایران درباره یک نویسنده ایجاد شده. ما می‌بینیم که بنیادهای زیادی درست میشه، نهادهایی برای حفظ میراث معنوی نویسندگان و شاعران ایران، گهگاه موفقن گهگاه نیستن. کاری که جمالزاده در زمان حیات خودش پایه گذاشت برای بعد از خودش نمونه ایست از یک کار موفق این چنین نهادی در ایران. جمالزاده در زمان حیاتش طی مقابله نامه‌ای با دانشگاه تهران کلیه آثار خودش رو و زمینه های دیگری که حالا توضیحش رو خواهید شنید باگذار کرد. از اون تاریخ تا به امروز این نهاد کار میکنه. بنده یکی از کوچکترین ها هستم در خدمت این نهاد. اعضای هیئت امنا آقای دکتر باستانی که نیستن الان در جمع ما، برای اینکه توضیحی درباره چگونگی کار هیئت امنای چاپ آثار جمالزاده و اینکه درآمد این تا به حال چگونه کار شده، البته یک رساله است که در این هفته کارنامه 30 ساله فعالیت های این هیئت امنا و درآمدش و مخارجش با ریز دقیق بیلان مالیش منتشر خواهد شد و در اختیار همه قرار میگیره. آقای دکتر محمد شکرچیزاده رئیس انتشارات دانشگاه تهران و عضو هیئت امنای چاپ آثار جمالزاده اینجا هستند. من خواهش میکنم تشریف بیارن و دقایقی ما رو با فعالیت های این هیئت امنا و کارهایی که کرده، به خصوص کارهایی که در طی 2 سال اخیر انجام داده که یه مقدار گسترده تر از وظایفش بوده و اعلان جایزه جهانی جمالزاده قرار بدن. آقای دکتر شکرچیزاده خواهش میکنم. نام خدا آقای ده باشی من رو مداری دوچار شرایط خاص کردن چون من اصلا قرار صحبت نداشتم. اجمالا خدمتتون عرض میکنم همونطوری که آقای ده باشی فرمودند، مرحوم جمالزاده در سال 1355 مجموعه دارایی هاش رو که هم حق انتشار و درآمدی هست که از کتاب و آثار اون بود و هم سهام و در واقع مال مملکت دیگرش رو به دانشگاه تهران بخشید و این خودش خیلی جای تأمل داره که مرحوم جمالزاده همونطور که مطلع هستید از سنین بسیار جوانی و میان ابتدای زندگیش ایران رو ترک کرده، ولی در طول این سالها با مجامع علمی و فرهنگی ایران و دیگر کشورها مرتبط بوده و نهایتش به این جمع‌بندی میرسه که اونچه که مایملکش هست با توجه به اینکه فرزندی نداشته و خانواده‌ای به اون ترتیبی که بتوانند بهره مند بشن از مجموع داراییشون، این رو به دانشگاه تهران بخشیده و این خودش خیلی جای تأمل داره که این عنایت اون به دانشگاه مادر کشور، به بزرگترین نهاد علمی کشور و افرادی رو در این هیئت امنایشون پیش بینی کرده است که این افراد به این ترتیب بوده است که یک نفر رو خودشون انتخاب کرده که ظاهرا آقای باستانی پارزی هستن و بعدن قرار بوده یک نفر رو به عنوان نماینده دانشگاه تهران، یعنی رئیس دانشگاه وقت تهران انتخاب بکند که ظاهرا دکتر علی اکبر سیاسی هست و اون دو نفر، نفر سومی رو انتخاب کردن که آقای ایرج افشاره. اینه که ترکیب هیئت امنا از ابتدا 3 نفر بوده به همین ترتیبی که عرض کردم. بعد از فوت مرحوم دکتر سیاسی، آقای دکتر شیخ الاسلام مسئولیت رو پذیرفته است، نماینده دانشگاه تهران شده و بعد از فوت ایشون بنده که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و سرپرست انتشارات هستم. نکته‌ای که توی این نهفته است اینه که خب اگه شما تاریخچه بخشش‌های مختلف رو به نهادهای فرهنگی از جمله دانشگاه تهران ببینید، می‌بینید که خب مثلا یه شخصی خونه ای اداره ای چیز رو
بخشیده به دانشگاه و بعد از یه مدتی خب فراموش شده، ولی تدبر و تعقلی که در انتخاب هیئت و منو انجام پذیرفته است خیلی جای تأمل داره و نشون دهنده بصیرت مرحوم جمالزاده است که کماکان این نام مرحوم جمالزاده باقی بماند. اونچه که ایشون پیش بینی کرده باز خیلی جالبه. ایشون گفته که درآمد حاصل از انتشار کتب و درآمد حاصل از اونچه که به دانشگاه بخشیده 1/3 به کتابخانه مرکزی دانشگاه اهدا بشه، بعد یعنی کتاب خریده بشه در اختیار کتابخانه مرکزی قرار بگیره، 1/3 برای دانشجویانی که در واقع در حوزه‌های فرهنگ و ادب فعالیت بکنن به صورت بورس جمالزاده و 1/3 به یتیمخانه‌ای در اصفهان یا به همون شهر به اصطلاح تولد مرحوم جمالزاده بخشیده بشه. و این در واقع پیشنهاد اولیه جمالزاده است. بعداً البته در مقابل نامه‌های بعدی اعلام کرده که بنا به صلاح دید رئیس دانشگاه یا مسئولین دانشگاه تهران اقدامات مفید دیگری میتوان انجام داد. اونچه که ایشون به دانشگاه بخشیده قابل توجه، سهامی که واگذار کرده و ما خوشبختانه در هیئت امنا که ترکیب فعلیش همونطور که عرض کردم آقای افشار، آقای باستانی پاریزی و بنده هستیم که البته خدمت آقای دهباشی هم هستیم به عنوان مسئول هماهنگی و روابط عمومی این هیئت امنا، فعالیت‌های گسترده‌ای از آن زمان انجام شده، نظم بخشیدن به آثار جمالزاده که همونطور که در سال‌های اخیر شاهد هستید آثار جمالزاده الان به نحو مرتب منظم منتشر می‌شود و پیگیری‌هایی که آقای دهباشی می‌کنند در این راستا خیلی قابل توجهه. و بعد از اون همون بر اساس وصیتی که مرحوم جمالزاده کرده کتاب‌های متعددی برای کتابخانه مرکزی خریداری شده، دانشجویان متعددی بورسی جمالزاده هستن، من امروز چند نفرشون رو اینجا ملاقات کردم در شهرهای مختلف و اینها در واقع از بورس جمالزاده استفاده میکنن و موضوعاتشون بیشتر در ارتباط با در واقع مضامینی هست که در آثار جمالزاده هست. و بعد از اون باز اهدایی به مراکز خیریه در اصفهان انجام میشود به صورت مرتب. همه اینها بر اساس اون چیزی هست که جمالزاده پیش بینی کرده و همونطور که آقای دهباشی گفتن فراتر از اون در سال گذشته یک خوابگاه در محوطه خوابگاه دانشگاه تهران به نام مرحوم جمالزاده در فاصله خیلی کم و با کیفیت بسیار مناسبی ساخته شد که به نام خوابگاه یا در واقع مجموعه به نام مرحوم جمالزاده است. اینها در واقع بخشی از کارهایی که انجام شده، پیش بینی شده است، همونطوری که مدتی قبل آقای دهباشی توی بنان روابط عمومی هیئت امنا اعلام کرد که جایزه 10 ساله جمالزاده داده شد که حتما توضیحاتش رو آقای دهباشی خواهند فرمود. من حالا رشته مثلا ادبیات نیست و در این حوزه هم نیستم، ولی حسب اتفاقی مسئولیت رو دانشگاه تهران بر عهده من گذاشته، به شدت تحت تاثیر مرحوم جمالزاده هستم و حالا یک جهتش نیست که اصفهانی هستم و ایشون محل تولدش خیلی دور از محله‌ای که من به دنیا آمدم نیست، ولی جهت مهمترش این است که جمالزاده مثلا نزدیک 90 سال خارج از کشور بوده و این زبان فارسی رو قاعدتا ارتباط مستقیم باهاش نداشته، ولی اینقدر شیفته این زبانه و اینقدر جذابیت این زبانه فارسی برای اون داره که اصلا قابل تصور نیست. من برای دانشجویان یک بار گفتم یک مراسمی رو به نام جمالزاده گرفته بودن، من به اونها گفتم گاهی آدم با افرادی برخورد میکنه که مثلا چند روزی میرن حتی مثلا به دبی برمیگردن با هویت خودشون، با اصالت خودشون، با ملیت خودشون مشکل دارن و جمالزاده نزدیک یک قرن خارج از کشور بوده و کماکان به ایران عشق می‌ورزیده. درود بر این مرد بزرگ. طور که آقای دکتر شکرچی زاده اشاره کردن، جایزه ایرانی جمالزاده با این بندهایی که براتون قرائت میکنم مشخص شده. این جایزه یخص به مناسبت مجموعه کارهای دانشمند برجسته‌ای در زمینه ایران شناسی، 2 برای یک کتاب پژوهشی مهم در زمینه ادبیات یا تاریخ ایران، 3 چون جمالزاده نویسنده و رمان نویس بود، برای رمانی که مضمون و فضای آن ایرانی است و به یکی از زبانهای غیر فارسی باشد، 4 برای بهترین کتاب جدید در تحلیل افکار و نقد آثار جمالزاده به هر زبانی،